هزینه های شروع سال تحصیلی. اگر به قول معروف بچه مدرسه ای دارید، از خرج و مخارج امسال بگید. امشب میخوام درباره خرج و مخارج خانواده هایی صحبت کنیم که فرزندانشون به مدرسه خواهند رفت. بی حرف اضافه تر بریم یه گزارش در این زمینه ببینیم. ماه مهر شما را یاد چی میندازه؟ برای بچه ها احتمالاً قرار بوده همچین چیزی باشه. اما لااقل بعضی ها نظر دیگه ای دارن. چه احساسی داری؟ احساس خاصی ندارم. خوشحال نیستی مگه؟ نه، ولی باید هر روز ساعت 6 صبح بیدارش بریم مدرسه. چه احساس خوشحالی داشته باشی؟ پدر و مادرهای هم که امسال باید توی این وضع گرانی و تلاطم بازار به دنبال کیف و کفش و لوازم و تحریر برای بچه هاشون باشن، حال روزشون بهتر نیست. شرح حال اونها رو از زبان یک فروشنده بشنوید. با این گرونی خانواده ها میان، بچه ها میان، با چشم گریون بلند میشن میرن خونهشون. خانواده ها یعنی موندن اصلا تو این برای بچه هاشون بخرن نخرن، به خرجای اولیهشون برسن، یا اینکه واقعا خیلی زمان سخت شده. اصلا خیلی خانواده ها درگیر شدن، هم با بچه ها درگیرن، بچه ها دلشون میخواد، اونورم خانواده ها نمیتونن برای بچه ها خرید کنن، چون لوازم تحریر بیشترش خارجیه، خارجی هم وارد نمیشه، بارای ایرانی هم پیدا نمیشه، با قیمتش هم با بارای خارجی اصلا تفاوتی هم نداره. به گفته فرشید یزدانی، مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودک، سال گذشته حدود 2 میلیون نفر خارج از چرخه تحصیل بودند و مقامات وزارت آموزش و پرورش تایید کردند که فقر اقتصادی مهمترین عامل بازماندن از تحصیل در بین دانش آموزان ایرانیه. تازه این در شرایطیه که وضعیت اقتصادی در سال گذشته باثبات‌تر بود. امسال چند دانش آموز به دلیل مشکلات اقتصادی به مدرسه نمیرن؟ امسال چشم چند کودک گریون میشه چون لوازم و تحریری رو که دوست داشته رو نخریدن براش؟ و چند پدر و مادر با اعصاب خردی و شرمندگی به استقبال ماه مهر میرن؟ در برنامه امشب از شما دعوت میکنیم اگر فرزندی در خانواده دارید که به مدرسه خواهد رفت، از هزینه ها بگید. آیا با موردی مواجه شدید که هزینه های تحصیل مانع از حضور کودکی در مدرسه بشه امسال؟ یه مرور کوتاه هم داشته باشیم بر راه های تماس 202-205-2654 که شماره تماس برنامه ماست، اما با اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید، چه صوتی چه تصویری. و اگر نمیخواید زنده در برنامه شرکت کنید، کافیه صداتون رو در پیامگیر اتوماتیک ما ضبط کنید. حتما میدونید که در فیسبوک و اینستاگرام روی خط و صدای آمریکا ما هر روز حداقل 4 تا پست مرتبط میذاریم. میتونید تا پایان برنامه برید اونجا نظرتون رو بگید، یا از طریق سند ویو ای آیدی تلگرامی صدای آمریکا میتونستید تا ساعت 9 شب فایل صوتی و تصویری بفرستید. الان دیگه فقط میشه که نوشتاری نظر بدید، یا اینکه اگر داخل ایران هستید و به هر دلیل نمیتونید شماره ما رو بگیرید، میتونید شمارتون رو برای ما بفرستید تا همکارانم تماس بگیرن. ضمن اینکه همه این راههایی که گفتم در طول برنامه مرتب زیرنویس خواهد شد. من بهروز صمدبگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط. بله، تلفن ها رو از کرمان شروع کنیم امشب و آقای حسین که همراه ما هستند و ایشون گفتن که در خانواده فرزندی دارن که به مدرسه خواهد رفت. بشنویم روایت آقای حسین رو از هزینه ها و خرج و مخارج. الو، سلام. سلام، بفرمایید. خسته نباشید، حالتون خوبه؟ متشکرم، بفرمایید. آقا من 3 تا دختر مدرسه ای دارم که 2 تاش دبیرستانی هست و 1 دونش هم دبیرستانیه.
یه دونه کیف بخوام برای یه دونش بخرم که دبستانی 100,000 تومان پول بدم. بعد از لوازم تعریف که اصلا نگو، هر جا میری مثلا هر وسیله که بخوام بخرم، مثلا یه دونه دفترچه بخوام بخریم باید حداقل 4,000 تومان پول بدی که دفترچه 60 بعد. درست. بعد هر چیزی که میگی میگه دلار گرون شد و فلان و از این حرفا. اصلا تو این خرج مخارج این بچه مدرسه ما موندیم چیکار کنیم؟ آقای حسین، حالا من تو اخبار که میخوندم و پیگیری میکردم میگفتن که این گرونی دلار فقط روی اجناس خارجی تأثیر میذاره و خب الان سالا هم هست که ادعا میکنن که ما در زمینه لوازم و تحریر توانایی داریم و میتونیم کالای ایرانی هم تولید کنیم. شما اصلا متوجه حضور کالای ایرانی شدید؟ اون قیمتش چطوره؟ کیفیت مناسب داره یا نه؟ رو همه چیز آقا تأثیر گذاشت آقای سمت بگیر، رو همه چیز. یعنی شما تصور کنید روی تنها چیزی که تأثیر میگذاشت اون نون هست که نمیدونم دولت داره سوبسیدش میده و بخواهی حساب کنید شما الان رو کالا ایرانی که لاستیک تولید داخله، لاستیکی که تولید داخله، لاستیک از حلقه نمیدونم جفت لاستیکی برای ماشین سنگین از جفت لاستیک شده 2,000,000 تومان. یعنی 2,000,000 تومان بوده شده 4,000,000 تومان، 4 خورده ای. این که تولید داخله دیگه، دست بیگانه و چیزی هم تو کار نیست که. درسته. یه مسئله دیگه ای رو که تو کامنت ها داشتیم، برخی میگفتن که مدارس هم ازشون پول طلب کردن. شما هیچ کدوم از این مدرسه هایی که الان بخوای مدرسه میزن بچه رو ثبت نام کنی حداقل 300 تومان باید بدی. مدرسه دولتی یعنی؟ بله مدرسه دولتی. خب این که میگن غیر قانونیه، تحت چه عنوانی این پول از شما میگیرن؟ نمیدونم خدای، میگن شهریه دیگه همه جا دارن میگیرن دیگه. بله. حالا یه برآورد اگر بخوایم بدید، شما 3 تا به قول معروف بچه مدرسه ای دارید امسال، یه سرانگشتی حساب کنید چقدر خرجشون میشه که اینا آماده بشن امسال برن مدرسه؟ یعنی اگر بخواید برای اینا یه چیزی بگیری در حد چیزا اولیه بخواد بگیری، هیچی نه هلوش 850-900 تومان باده، فقط کیف و کفش و لباس مدرسه ای و همین لوازم تحریر اگه بتونی اونم چیزای ارزون بگیری. تازه این بغیر از اون شهریه ای که مدرسه میگیره. بله یه چیزای ارزون، مثلا خب بچه هم الان بچه هم درک دارن، خب بعضی ها خیلی تأخیری نمی کنه، خب بعضی هستن بچه هاشون واقعا اون چیزی که میخوان باید بگیر. اما به بچه هم فهموندیم گفتیم که در حد وسع و توانمون میتونیم براتون چیزی خواستیم بگیریم، خودشون هم یکم درکشون رفته بالاتر. خب میدونم مشکلات جامعه زیاده. بله خیلی ممنون آقای حسین که در برنامه شرکت کردید، روایتتون رو با ما در میون گذاشتید. ما تلفن زیاد داریم اما میریم یه تنفس کوتاه خواهیم داشت، برمیگردیم هم به نظرات شما سر خواهیم زد، هم سعی میکنیم که فرصت به تعداد بیشتری از بینندگان محترم برسه، چه اونایی که از طریق تلفن تماس گرفتن چه اونایی که از طریق اسکایپ. بله از کرمان بریم به کرمانشاه، آقای سهیل همراه ما هستند، روایت آقای سهیل رو بشنویم از خرج و مخارج مدرسه ها و بچه مدرسه ها در آغاز سال تحصیلی امسال. الو، درود بر شما. بفرمایید. خسته نباشین. در مورد این هزینه های تحصیل عرض کنم، من همون چند ماه پیش به خاطر همین وضعیت بد بازار از کار اخراج شد. برای همین میخواستم به حقی مدرسه رفتن بچهش رو بزنه به خاطر هزینه های زیاد که ما با وساطت نذاشتیم و خودم رفتم هزینه های دفتر و خودکار و اینا رو تهیه کردم که همین شو... قلم ریز که فقط دفتر و خودکار اینا اونم عمده فروشی نزدیک به 200,000 تومن شد که کیف اینا هم براش حتی نگرفتیم، کیف مثلا سالهای گذشتش رو استفاده میکرد و حالا این 200 تومن 300 تومن که هیچی نیست. مثلا در طول سال هم هزینه های خیلی زیادی، هزینه سرویس، هزینه
ایاب و ذهاب و بعد دوباره دفتر اینا تمام میشن، دوباره باز هزینه کنه با این خرج درون، خیلی خیلی فشار به جامعه قشر ضعیف که خودتون میدونید که ماشا جزیف که از ضعیفترین قشرهای ایرانه که اصلا از هیچ لحاظی بهش رسیدگی نمی کنه، چه از وضعیت مدرسه و وضعیت کار و اینا که بماند. بله، که از بیشترین آمار بیکاری رو هم داره. اما خب خوشبختانه شما بودید و تونستید کاری کنید که این بچه، میتونم بپرسم چند سالشونه، چه کلاس چندم میره امسال؟ کلاس چهارم میره. آره، خوشبختانه تونست به هر حال چیزای اولیه رو داشته باشه. ولی حالا من هم نوعی دیگه شو میدیدم مثلا تو از روستاها اینجا، چون که ماشا روستاها زیاده، روستاها دیدم که هزاران تا دانش آموز از تحصیل محروم شدن به خاطر اینکه هزینه نداشتن بچه‌شون رو بیارن جایی ثبت نام بکنن یا به خاطر هزینه‌های دیگه. اصلا کلا قید این متاسفانه آمار وحشتناک. حالا شما اگر می‌خواید یه آمار بگین از شهر ما که ببینین چقدر در حدش ظلم شده توسط این دولت. بله، مسئله دیگه که هست، بیننده قبلی هم گفت، تو کامنت هم زیاد داشتیم، میگفتن حالا این خرج دیگه لباس و اینها و لوازم تحریر به کنار، مدارس دولتی هم پول میگیرن. شما که در واقع در جریان کار برادرزادتون پسرعموتون هستید، مدرسه دولتی آیا از ایشون هم پول گرفتن یا نه؟ من حالا نمیدونم چقدر بودی هزینه گرفته بودن، بعد در طول سال هم دوباره هزینه میگیرن، همین بار اول میگیرن بعد طول سال هم به خاطر هزینه‌های به عنوان‌های مختلف بازم از بچه‌ها پول میگیرن، هر ماه این اتفاق میفته. حالا دوره خود ما هم همینطوری بود، حالا ما خیلی محرومتر بودیم، این دفتره که داشتیم تمام خطاشو مینوشتیم، مداد میرسید تا با دو تا انگشت میگرفتیم، مداد میرسید به جای کیف کش مینداختیم دوره کتاب. اصلا کلا دوره ما خیلی بهتر بود، حالا یکم بهتر شده. شما در چه سالایی مدرسه میرفتید؟ من از سال 74 به بعد. یعنی در دهه 70 این محرومیت ها رو داشتید شما؟ آره، میگم خب ما کلن نسل سوختی که میگن نسل ما خیلی سوخته تر بودیه. درسته. خیلی ممنون آقای سهیل، امیدوارم که این پسر عموتون و خیلی دیگر از جوانایی که ممکنه به خاطر مشکلات اقتصادی فرصت تحصیل رو از دست بدن، به هر حال یک راهی پیدا بشه و به مدرسه برن. این یکی از نیازهای ضروری هر کودکی است که از حق آموزش برخوردار بشه. تلفن‌ها امشب خیلی زیاده. آقای آرمان از تهران همراه ما هستند. آقای آرمان هم گویا فرزندی در خانواده دارن که به مدرسه خواهد رفت. روایت ایشون رو بشنویم از خرج و مخارج امسال. جناب آقای صمد بگی، درود و سپاس، شب شما بخیر. متشکرم، بفرمایید. آقای صمد بگی، خب همونجوری که شنونده عزیز دارم میگن و شما میفرمایید، متاسفانه هزینه تحصیل در ایران در دبیرستان و مقاطع مختلف تحصیلی امسال بسیار شدید افزایش پیدا کرده. به عنوان مثال، بنده رفتم لوازم تحریر بخرم، دفتری که سال گذشته برای بچه‌ام 1500 تومان خریدم، امسال همون رو خریدم 4000 تومان. و سایر خرج و مخارجی که متاسفانه سرسام آور بالا رفته. درست. اما یه اجازه میخوام آقای صمد بگی، من مدیر یک مدارس هستم. یه بحثی رو چه عالی این بحث هزینه هایی که از اولیای دانش آموزان طلب میشه میشیم با شما مطرح بکنیم. دقیقا من میخواستم اگر اجازه بدید این بحث رو مطرح کنم. جناب آقای صمد بگی، دو سال پیش که بنده سال اول مدیریتم در یکی از دبیرستان‌ها بود، پول گاز رو ندادم. در اوج سرما شرکت گاز اومد گاز مدرسه ما رو قطع کرد. درست. حراست آموزش پرورش بنده رو خواست که آقا چرا گازت قطع شده، چرا فلان. گفتم آقا بودجه نیست. دولت از دوره دوم حکومت آقای احمدی نژاد به تا امروز که بنده در خدمت شما هستم، هیچ نوع سرانه‌ای به مدارس دولتی پرداخت نمیکنه. جناب آقای صمد بگی، مسئول حراست برگشت من گفت تو سال اول مدیریتته، باید مثل بقیه مدیرها زرنگ باشی، از اولیا بگیر. گفتم آقا شما خودتون بخشنامه میکنید، صدا و سیما اعلام میکنه پول نگیرید فلان. گفت عزیز من، ما میگیم نگیر ولی تو بگیر. یعنی در واقع این چه میدونم شماره تلفن اعلام کردن که هر جا دیدید پول میگیرن به ما خبر بدید، برخورد میکنیم، اینا شما میفهمید یه نمایشه. سمت بگی، ببینید یه چیزی تو مدارس ایران هست، الان همه شنونده ها و بیننده هاتون آشنام با اون، به نام انجمن اولیا و مربیان. خب این انجمن منتخب اولیا هستن، میان وقتی که من مدیر
و یکی از همکاران به عنوان نماینده معلم ما به اعضای انجمن میشینیم، مثلا میگیم آقا امسال چقدر بگیریم، اعضای انجمن میگن 100,000 تومان. همون آقایی که شماره فرستاده و میگه این شماره، ما این صورت جلسه رو براش میفرستیم، ایشون زیرش مینیسه مبلغ 100,000 تومان از اولیا گرفته شود بلا مانع است. درسته، متوجه عرایض انجمن؟ بله بله کاملا واضح بود. ببینید بنده مدیر هم به خدا مقصر نیستم، هم شهریای عزیز هم وطنی که صدای بنده رو میشنوید، درسته من دارم از هر دانش آموز الان نفری 200,000 تومان پول میگیرم جناب آقای صمد بگی در مدرسه دولتی، درسته، اما به خدا آقای صمد بگی من پارسال کاغذ آچار برای امتحان بچه ها خریدم بسته 9,000 تومان، امسال به من گفته بسته 28,000 تومان، اونم اگر میخوای پول به حساب بریز شاید برات پیدا کنم برات بفرستم. خب پول آب و برق و گاز مدرسه که بماند، هزینه شوفاژ و هزینه های جاری مدرسه بماند. واقعا ما فرنگی هام خیلی ببخشید معذرت میخوام جناب آقای صدیقی شدیم چوب دو سر طلا. متوجهم، بله هم ناراضی هستند، هم دولت به نوعی داره به ما فشار میاره که آقا برقت نباید گاز قطع بشه، گازت نباید قطع بشه. خب خرج مدرسه رو من مدیر چیکار کنم؟ حالا بماند که بنده خودم برای پسرم که کلاس هفتمه 300,000 تومان پول دادم تو مدرسه دولتی ثبت نامش کردم و حدود 900,000 تومان هزینه سرویسش رو دادم. درسته. خب اینها همه حالا یه سوالی آقای آرمان، خیلی ممنون از توضیحات روشنگر شما، واقعا نیاز داشتیم که از جامعه فرهنگیان هم کسی باشه در این برنامه، اما یه سوالی، آیا نمیشه یه تدبیری اندیشید شما به عنوان مدیر مدرسه که این پول رو در طول سال بشه از اولیای دانش آموز گرفت؟ خودتون هم گفتید، بیننده‌های قبلی هم گفتن، واسه یه بچه حدود 800-900,000 تومان هزینه میشه که آماده شه بره مدرسه، شاید دیگه توان این رو نداشته باشن که 200-300,000 تومان هم پول به مدرسه پرداخت کنن، نمیشه یه تدبیری اندیشید این پول مثلا در طول سال گرفته بشه و این باعث نشه که مثلا خانواده‌ای پشیمون بشه و منصرف بشه از اینکه فرزندش رو به مدرسه بفرسته؟ بیننده قبلی از کرمانشاه گفتن یکی از بستگانشون چون این پول رو نداشته نمیخواسته بچه‌شو بفرسته مدرسه. من با این ترک تحصیل‌ها زیاد مواجه میشم، من آمار دانش آموزای پارسالم که امسال باید میدن یه پایه بالاتر، به خاطر همین فقر مالی خیلی هاشون اصلا برای ثبت نام مراجعه نکردن، یعنی کلا رفتن مدرسه. بله. میشه جناب آقای صمد بگی چرا نمیشه در طول سال تحصیلی هم میشه حالا به مرور به صورت اقساط گونه گرفت از اولیای محترم پول، ولی یه بحثی هم هست جناب آقای صمد بگی، یعنی یه جورهایی معذرت میخوام، ببخشید من سوء تفاهم نشه، قصد جسارت ندارم، ما ایرانی هستیم آقای صمد بگی، خرمون که از پول بگذره یادمون میره. متوجهم، یعنی سخت میشه برای شما بعدن بخواید بگید. دقیقاً دقیقاً احسن، بعد اون وقت دیگه به قول بچه‌ها علی میمونه و حوزش، یعنی من مدیر میمونم و کوهی از مشکلات. خب من خواهش میکنم دولت بیاد آقای صمد بگی کمک کنه، چرا دولت نکنه؟ چرا شما یه برنامه چند شب پیش داشتید درباره بودجه مراکز مذهبی بود اگه اشتباه نکنم، من خیلی دلم می‌خواست اونجا صحبت کنم، بگم به خدا قسم 8 سال بیشتره که بودجه فرهنگی و آموزشی مدارس ایران صفر مطلقه، یعنی صفر، اصلا 1,000 تومان هم نیست، ولی میگه جای دیگه هست. بابا اصلا نمیخوایم پول بدن آقای صمد بگی، آب و برق و گاز مدارس رو رایگان کنن. چرا مساجد آب و برقش رایگانه، گازش رایگانه، ولی مدرسه نباید رایگان باشه؟ خب اگه اینا اینجوری دست من مدیر رو بگیرن، کاغذ سوبسیددار به من بدن، کاغذ قیمت پایین به من بدن، کمک من مدیر کنن، به تب منم خیلی ببخشید سرم که درد نمیکنه با اولیا درگیر شم بخوام پول بگیرم و در این بین خدای نکرده دانش آموز ترک تحصیل کنه و آهش من رو بگیره جناب آقای صمد بگیره. خیلی ممنون آقای آرمان، ممنون از توضیحات شما، در برنامه حضور پیدا کردید. آقای آرمان از فرهنگیان بودن، مدیر مدرسه بودن، شنیدید داستان از چه قراره، در حالی که طبق قانون اساسی ایران تحصیل باید رایگان باشه برای شهروندان ایران. یک فرهنگی صحبتش شنیدیم، بد نیست یادی هم بکنیم از محمد حبیبی معلم زندانی، از جمله فرهنگیانی که زیاد سر و کارشون به زندان میفته، اونم فقط به خاطر اینکه روی همین تحصیل رایگان تاکید میکنن و رسیدگی به مشکلات صنفی معلمان و مشکلات آموزشی در مدارس. خیلی سریع بریم دوباره به تلفن ها. آقای رضا از تهران همراه ما هستند، ببینیم آقای رضا روایتشون از خرج و مخارج شروع سال تحصیلی چیه. با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون. آی پاند بگی دوستان همه درباره مشکلات ثبت نام و زوازل تحریص صحبت کردن. بله. من هم از این قاعده مستثنا نیستم، منطقه مرتب
بچه من میخواد بره مدرسه، من یه پیشنهادی بهش دادم قبولم نمیکنه. میگم که شما صبر کن، یه چند سالی که بگذره من شما رو بفرستم حوزه علمیه. نه پول از من میخوان، تازه پولم به هم میدم، بعدا هم که بزرگ شدی به نفع ما هم هستش، راحتتر میتونی خرج و مخارج ما رو تامین کنی. متاسفانه قبول نمیکنه، میگه نه من هر کاری بگی میشم ولی نمیخوام برم حوزه علمیه آخون من بشم. بله حالا اصلا من میخوام دیگه بچه‌م اصلا ترک تحصیل بکنه با این خرج مخارج و با این لوازم تحصیلی که الان من خودم تحصیل کردم. به خدا زمان تحصیل ما یعنی با حداقل هزینه ما راحت میتونستیم درس بخونیم، ولی الان چنان با این مسائل خرج و مخارج مدارس دست به گریبانن، آدم حساب میکنه این آخر سر میخواد مدارک بگیره میخواد چیکاره بشه تو این مملکت، آخر سر میخواد بیکار بشه دیگه. خب پس دیگه اون خرج و مخارج رو برای چی بکنیم؟ بفرستینش پی یه کار خیلی بهتره تا اینکه بخواد درس بخونه آخر سر باز بیکاره بشه. بله خیلی ممنون از شما. البته من مطمئنم که شما به شوخی مطرح کردید این رو. بسیاری از پدر و مادرها مشکلات مالی دارن، فشار زیادی برشون وارد میشه، میدونن خیلی آینده روشنی هم در انتظار تحصیل کرده ها نیست، اما هر طوری شده به خودشون فشار میارن تا بتونن بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن. حتما شما هم همینطور هستید. یک تلفن دیگه هم بگیریم بعد یه سری به نظرات خواهیم زد. آقای علی از گنبد همراه ما هستند. آقای علی شما هم گویا فرزندی در خانواده دارید که به مدرسه خواهد رفت. با سلام جناب آقای سعادتی، شب شما بخیر. متشکرم، بفرمایید. عرض خدمت شما، بله من دو تا فرزند دارم که جفتشون هم حالا یکی دبیرستانی بود، این دختر کوچیک من هم تازه وارد دبیرستان شد. ما این سال بابت پسرمون باید 300 هزار تومان مدرسه دولتی بدیم. حالا دخترم به شرایطی که دبیرستان دولتی داشتن خب ناچار شدم که غیر انتفاعی بذارم و 1,800,000 تومان هزینه غیر انتفاعی شد. یه کفش برای پسرم گرفتم 300,000 تومان پول کفش دادم. من نمیتونم، ما فقط مشکلاتم متاسفانه این نیست. من سالهای گذشته عضو انجمن اسلامی دانش آموزان بودم که برای پسرم البته، و حرفای جناب آقای آرمان که از تهران صحبت میکرد و تایید میکنم. اون سرانه‌ای که آموزش و پرورش بابت در یعنی در اختیار مدیران قرار میگیره که بخوان خودشونو با مدرسه رو بگردونن، هزینه بسیار ناچیزیه و ناچار میشن که اینا از خانواده ها جلسه بذارن بگن آقا انقدر هزینه داریم شما باید تو این قبض گاز. حتی من یادم میاد تلفن مدرسه قطع شد به دلیل اینکه پول نداشتن پرداخت بکنن. و واقعا از این موضوع ناراحت هستیم و چه کار میشه کرد جناب آقای بگیر؟ این مشکلاتی جامعه ما هست. من یه سوال از خدمتون داشته باشم. گفتید یکی از فرزندانتون مدرسه دولتی میره، یکی به مدرسه غیر انتفاعی. خب درسته مدرسه دولتی هم پول میگیره، اما تفاوت هنوز خیلی زیاده. میتونم ازتون بپرسم که چی شد که متحمل این هزینه شدید تا فرزندتون به مدرسه غیر انتفاعی بفرستید؟ این تصمیمی است که خیلی از اولیا و مربیان هر سال باش دست و پنجه نرم میکنند. شما چی شد که چنین تصمیم میگرفتید؟ شرایطی که چون که دخترم گذاشتم غیر انتفاعی، شرایط دولتی شرایط ایدئالی براش نبود از همه لحاظ. من فکر رو کردم که گفتم یک جایی باشه که لاغل چون دختر از خدای نکرده آسیبی نبینه. در مدارس دولتی متاسفانه دخترانه خیلی آسیب های و ناهنجاری بسیاری آدم مطرحی که ما از این خاطر بیشتر نه که بوسه مالیم خوب باشه رفتم این کار کردم، از اون جهان جنبه های متفرقش به قولی گفتنی شرم هم میادن و پشت تلفن خدمت شما عرض بکنن. این که گفتن که حداقل یه جایی بذاریم که رسیدگی روشون بیشتر باشه، نظارت روشون بیشتر باشه، از این جنبه ها بود که بیشتر من تصمیم به غیر انتفاعی گرفت، نه اینکه از این که داشته باشیم. خدا شاید متوجهم. یکی از اقوامون از بابل به من زنگ زد که برای بچه‌م موندم، بعد 800 از اون بعد دولتی ها برای 800 هزار تومان پول مدرسه پسرش بگیری پرداخت کنه و از من تقاضای کمک میکرد.
از اونی که واقعا مردم تحت فشار هستن. و یه خواهشی هم که از شما داشتم در این برنامه بسیار بسیار قشنگتون که واقعا به مشکلات جامعه میپردازه، خواهش میکنم این مراجع تقلید ما هم به چالش دعوت بکنید. این چه مراجعی هستن که این همه ظلم رو میبینن و کوچکترین صدایی ازشون در نمیاد؟ مگه اینا نیستن که جوان ها ما رو میفرستن فتوا میدن بید نمیدن از ناموزتون دفاع کنید فلان؟ آقا اینم دفاعه. خواهش میکنم یک برنامه برای اینو تعیین کنید. بله ممنون از پیشنهاد شما. البته ما چند شب پیش برنامه راجع به بودجه نهادهای مذهبی داشتیم، گویا لااقل تعداد زیادی از همین روحانیون نه تنها مشکلی با این ندارن که دارن بودجه های کلام میگیرن، بلکه خواستار بودجه های بیشتری هم هستن در شرایطی که میبینید و میشنوید که عموم مردم چه وضعیتی دارن. ما یه تنفس داشته باشیم، برمیگردیم. من با نظرات شما شروع میکنم. فایل‌های صوتی و همچنان کلی تلفن و اسکایپ هم در نوبت هستند. بله، سری بزنیم به نظرات شما در شبکه‌های اجتماعی. و آقای سیاوش که گفته هزینه ها دو برابر شده، تمام لوازم تحریر خیلی گرون شده، یه دفتر معمولی 10,000 تومان، کیف 80,000 تومان. میگه همین وسیله ها رو پارسال برای دخترم خریدم 30,000 تومان، امسال شد 65,000 تومان. و میپرسه مگه یه کارگر چقدر درآمد داره که متحمل همچین هزینه هایی بشه؟ بیننده دیگری هم نوشته که ما که مثلا قشر متوسط هستیم امسال مجبور شدیم که خریدار رو ناقص انجام بدیم و بگیم از وسایل سال قبل استفاده کن. میگه اما من نگران کسایی هستم که وضعیت مالی پایین‌تری دارن یا اینکه بیکار هستن. میگه که اونها چطور باید از پس این هزینه ها بر بیان. و خانم نسترن آخرین کامنت این بخش هستن، میگه که پسرش میره اول دبستان، از روی لیست مدرسه براش خرید کردن، شده 200,000 تومان. تازه یه سری چیزاش هم تو خونه داشتن و قبلا دیگه نخریدم. میگه که من تجربه ندارم پارسال چطور بود، سال قبل چطور بود، اما امسال خیلی زیاده برای بچه کلاس اولی 200,000 تومان خرید کردن. یه فایل صوتی بشنویم با هم، بعد خیلی هم کوتاه برمیگردیم ادامه میدیم برنامه. بنده یه دختری کوچیکی دارم که امسال اولین ساله که قراره بره مدرسه، ولی به خاطر مشکل مالی که دارم نمیتونم کیف و کفش و مانتو رو فراهم کنم و این باعث میشه که بچه‌م از مدرسه درس خوندن باز بمونه و این منو خانواده‌امو بسیار نگران کرده. واقعا دیگه نمیدونیم چی کار کنیم، واقعا نمیدونیم چی کار کنیم با این مشکل مالی که داریم، با این زندگی سختی که داریم، نمیدونیم، نمیتونیم اینا رو فراهم کنیم. بله، امشب درباره خرج و مخارج مدرسه صحبت میکنیم. بینندگان زیادی در نوبت هستن، عذرخواهی میکنم ازشون، خواهش میکنم همچنان روی خط بمونند. اما تا اینجا برنامه فرصت نشد سریع به اسکایپ بزنیم. از طریق اسکایپ آقای سینا از زاهدان همراه ما هستند. آقای سینا سلام، روایت شما رو بشنویم از خرج و مخارج مدرسه. سلام آقای بگی. سلام، بفرمایید. درود به شما. آقا من خودم یه دونه جوان 16 ساله هستم، من خودم محصل هستم. آقا ما مجبوریم، اصلا واقعا توان خرید مالی خیلی واقعا کم شده، ما مجبوریم دفترهای سال قبلمون استفاده کنیم. بعد ما هر دو سه سال یک بار میتونیم لوازم تحریر بخریم. بعد آقا اصلا یه چیز خیلی جالب، من بعد مدرسه دولتی درس میخونم، واسه چی از ما شهریه میگیرن؟ مگه مدرسه غیر دولتیه؟ ما مدرسه دولتی میخونیم، اسمش روشه. شما شهریه میگیرن 2,000,000 تومان؟ واقعا چه وضعشه؟ مدرسه دولتی 2,000,000 تومان شهریه میگیرن از شما؟ بله. بله آقا، خیلی چیز خیلی جالبتر، از ما میخوان امتحان بگیرن، میگه با خودتون برگه بیارید. واقعا این چیه؟ از ما میخوان امتحان بگیرن، چرا میگن؟ یعنی برگه ندارید به ما بدید چاپ کنید از ما امتحان بگیرید؟ میگه برگتون رو بیارید، بعد سوالان ما خودمون مینویسیم، بعد میگه جوابم بنویسید. واقعا اینجوریه. بعد آقا دفتری که پارسال ما میگرفتیم 2,000 تومان، امسال شده 10,000 تومان.
واقعا حتی پدر من دیگه توان خرید مالی همچین لوازم داره. یه لوازم تحریر خیلی ساده بخوای بخری میشه 100,000 تومان. واقعا اینجوریه. بله، شرایط بسیار ناگواری است. امیدواریم که شما و خانوادهتون بتونید از پس این مخارج بر بیایید و همچنان به تحصیلتون ادامه بدید. خیلی ممنون آقای سینا، لطف کردید. اما دوباره در اسکایپ آقای پورنگ از بابلسر همراه ما هستند. ایشون هم گویا در خانواده فرزندی دارند یا عضوی هست که به مدرسه خواهد رفت. بشنویم روایت آقای پورنگو. درود بر شما. متشکرم، بفرمایید. من خودم یه دختر 8 ساله دارم، امسال میره کلاس دوم. آقای سمد بگی، اصلا از بابت هزینه‌ها که خب همه دوستان دارن میگن و دیگه به قول معروف یه تکرار مکررات میشه، فقط یه کوچولو یه برآورد کوچولو بدیم که تو شهر شما مثلا یک بچه کلاس دومی چقدر خرجش میشه؟ الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید، دفترهایی که ما برای کامل، نه برای تمام سال تحصیلی، برای شروع به قول معروف مدرسه، اون چیزایی که ببینید، کیف مثلا پارسال ما بین 30-40 تومن بوده، امسال شده 100,000 تومن. دفترهایی که من پارسال میخریدم بین 1,500 تا 2,000 تومن، امسال بین 8,000 تومن تا 10,000 تومن شده. یعنی هر کدوم اینا رو بخواید حساب کنید تقریبا 200-300% افزایش قیمت. درسته. تقریبا ما برای شروع سال تحصیلی با مانتو و مغنب و این داستانه که برای دختر بچه ها داره و یه مشکل دیگه همون هم این چیز هاست، 500-600,000 تومن فعلا برای شروع سال تحصیلی هزینه لوازم و تحصیل و خرید بچه شده. هنوز برای کفش نخریدم، هنوز برایش یه سری وسایل رو نتونستم بگیرم، مداد رنگی و یه سری وسایلی که پارسال داشته رو بهش گفتیم استفاده کنه و حالا وقتی بیان توی مدرسه یه سری هزینه ها رو بعدن بهشون اضافه درسته. میشه یه سری وسایل رو لیست میدن به ما بکنیم. حالا مدرسه به عناوین ما. آقای پورنگ ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم، یه سوالی داشتم. من یه گزارشی رو میدیدم صدا و سیما ایران پخش کرده بود، میگفتش که این گرونی‌ها یه بخشش به خاطر اینه که خانواده‌ها میرن سراغ کالای لوکس و فانتزی خارجی، اگه کالای ایرانی بخرن هزینه‌اش پایین‌تره. شما همچین چیزی رو قبول دارین؟ سمت بگیم، ما تمام وسیله‌ای که می‌گیریم پارسال قبل هم همینطور بوده. لوازم و تحریر دیگه کسی خارجی نمی‌گیره. آخه دیگه دفتری که بچه می‌خواد مشق بنویسه رو ما از پس هم ایرانیش بر نمی‌آیم. یا مثلا کیف خارجی ما از کجا می‌خوایم بگیریم برای بچه تو این شرایطی که هستیم؟ واقعا توی فقط بحث هزینه سال تحصیل بچه نیست که ما بالاخره زندگی خود و خوراک و شیکم داریم و دغدغه اصلی مردم امروز سیر نگه داشتن ما. نه این حرف نیست. ما چیزایی هم که این لوازم و تحریر و وسایلی که میگیریم از همشون لوازم داخلی، دنبال چیز گرون نیستیم. حالا بعدا مدرسه میگم ما شروع بشه مدرسه هزینه های مختلفی از ما میگیرن. ببینید، من یه مسئله که دیگه اصلا این واسه اصلا قابل حذف نبوده، اصلا چند روز پیش از مدرسه زنگ زدن به ما که مادرای بچهای کلاس دوم فلان روز بیان مدرسه، کلاسا رو تمیز کنن، چیز کنن که بچه‌ها میخوان بیان کلاس تمیز باشن. یکی از مادرها شیشه رو تمیز کنه، یکی کف رو تمیز کنه، نمیدونم پرده ها رو ببرن بشورن. یعنی این همه هزینه هم که میگیرن، مادرها رو بیچاره میارن تو مدرسه ازشون کار میکشن به عنوان اینکه مدرسه رو آماده کنن. مدرسه دولتیه یا غیر انتفاعی؟ بله، مدرسه دولتیه. مدرسه غیر انتفاعی که نمیتونیم پسش بر بیاریم. این مدرسه دولتی با لوازم و تحریر و به قول معروف هزینه مدرسه نزدیک 1-1.5 برای ما تو هزینه افتاده کردیم. حالا ما خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای پورنگ که روایت خودتون رو با ما در میون گذاشتید. دوباره برگردیم به تلفن ها. آقای جعفری خیلی وقت هم از منتظر هستن. آقای جعفری روایت شما رو بشنویم. خرج و مخارج امسال چطوره؟ بر شما سعدگی عزیز. متشکرم، بفرمایید. آقای سعدگی عزیز، والله من دو تا بچه مدرسه ای دارم. شاسی که آوردم خودم تو شغل کیف و کفش هم، کیف و کفششون رو دیگه خودمون تهیه کردیم آوردیم واسه شون. قبل اینکه بخوان شروع کنن یه نامه بهمون دادن برید فلانجا باید لباس فرم بگیریم. رفتیم فلانجا، یه همه سپاهی و بسیجی اصلا معلوم هستش، وقتی که شما میری میبینی، میری اونجا یه پولی میدی لباسشون رو میگیری میای. بعدش میری مدرسه. ببخشید همینجا من یه سوال بپرسم، از اونجایی که خودتون به قول معروف دستتون تو کاره،
اون جایی اون تولیدی که به طور انحصاری به شما گفتن برید یونیفرم از اونجا بگیرید، اونجا گرونتر از حد معمول به شما فروختونو یا اینکه نه با قیمت بازار فرق نمیکنه؟ چون بعضیا گلایه‌مندن میگن که به ما میگن از یه جای خاص برید یونیفرم بگیرید، اگه ما بتونیم خودمون تهیه کنیم ارزان‌تر در میاد، اما اونجا گرونتر میفروشه. دقیقاً جناب سعد بگی وقتی که میرید اونجا، چون اونجا هم یه مدرسه بود، تولیدی نبود، یه مدرسه بود، لباسا آماده، سایزهای مختلف، تازه هر کی هم بره اونجا لباس بگیره باید بده خیاطی اندازه بچه کنه تازه بعد بپوشه بره. بعد رفتم 3-4 هفته پیش رفتم بازار تهران خرید بکنم، یه چشم خود روی گالی دفتر و پاکان و خودکار اینا هستش، دفتر چلبرگ 4 تا میداد 10,000 تومان، دفتر صدبک 3 تا 10,000 تومان، دفتر 200 بک 2 تا 10,000 تومان. بعد که یکی از دوستان گفت که آره قیمت‌ها رو که دید مثلا خوبه، هفته پیش که رفتم خرید بکنم واسه این دوستمون همه چی دوباره گرون شده. بعد تازه میریم همه خریدایی که کردیم، تازه میریم مدرسه، میریم مدرسه که ثبت نامش بکنن، میان میگن که این تومن به اسم همین آقای آرمان که توضیح دادن به اسم خودیاری، یعنی به زور ازتون پول میگیرن به اسم خودیاری. من تو دهه 60 میرفتم مدرسه، هفته 60 تا تک تومن خرجی من بود. درسته. ولی الان فکر نمی بالای 20,000 تومن اگه بخوایم چیزی اگه باشه واسه یه دونه دو روز، با اینی هم که پنج شنبه رو تعطیل کردن. 3-4 سال پیش هم که شیر میدادن، ما بچه کوچیکمون ابتداییه، 3-4 سال پیش هم یک سال و نیم شیر دادن، بعد اونم که دیگه تعطیل کردن. کلن با این وضعیت من فکر نمی کنم، من خودم یه تولید کننده بودم، کارگر داشتم، من شرایط خودم اینه، وای به حال کارگرایی که من دارم میبینم که با این وضعیت چجوری میخوام بچه هاشون رو بفرستم. بله خیلی ممنون آقای جعفری و نکته خوبی اشاره کردید و وای به حال اونهایی که کار ندارند. حسن از بابل مثلا واسه ما نوشته که من کارگر ساختمانی هستم، یک ماه بیکارم و برای ثبت نام پسرم در مدرسه دولتی 280,000 تومان ازم پول خواستن. من چند تا کامنت دیگه بخونم بعد یه فایل صوتی هم داریم اونو با هم میشنویم. همچنان ضمن عذرخواهی از دوستانی که در نوبت هستن ازش خواهش میکنم بمونن، من سعی میکنم که فرصت به تعداد بیشتری برسه. آقای مهدی هم برای ما نوشته که در دورانی که خودشون مدرسه میرفتن میگه با 70,000 تومان کیف و کفش و لوازم تغییر میگرفتن، میگه برای داداشم رفتن یه جام مدادی و 2 تا مداد و تراش پاک کن و 4 تا دفتر گرفتن، از 70,000 تومان بیشتر شده. و آقای رضا هم که اول دبیرستانی است میگه تا الان 620,000 تومان خرج شده براش، تازه همین قبل از شروع مدرسه، میگه که مگه قرار نبود آب و برق و تحصیل مجانی باشه. آخرین کامنت هم بیننده گفته که یکی از آشناهاشون دخترش قراره بره آمادگی امسال، گفته قیمت لوازم تغییر و لباسا شده 500,000 تومان. بعدش هم گفتن که دقیقاً این لیستی که بهتون میدیم رو از مغازه خاصی که ما میگیم باید برید خرید کنید. حالا در مورد یونیفرم یا لباس فرم هم که صحبت کردیم، این فایل صوتی رو بشنویم بعد برمیگردیم. من سعی میکنم که خیلی سریع و کوتاه نوبت به همه برسه. لباس فرم، ثبت نام پسرم، سرویس مدرسه‌اش، لوازم تحریرش با کیف و کفشش و اینا چیزی در حدود 2,700,000 تومان در اومد. این هزینه که 1,200,000 تومانش فقط بابت ثبت نام مدرسهش بود، با توجه به این که تلویزیون همش اعلام میکنه نباید مدارس دولتی هیچ وجهی رو دریافت کنن، اما مدارس با ترفندهای کمک‌های مردمی از والدین پول میگیره. جالب این که پول برگه‌های امتحانی و برگه‌هایی که دعوتنامه برای والدین میفرستن هم از ما دریافت میکنن. واقعا کاری به این که شاید کسی نداشته باشه ندارن. چند روز پیش برای خرید لوازم تحریر رفته بودم، خانم کارنامه پسرش رو نشون میداد که تمام نمراتش عالی بود، ولی با نهایت تأسف اومده بود از افرادی که خرید میکردن میخواست که برای فرزندش یه دفتر یا خودکار بخره و میگفت به خدا پول تحصیل پسرم رو هم ندارم. حیف از این دانش آموزان که تو جامعه از داشتن لوازم تحریر محرومن و آقازاده های بی سواد و بی
عرضه با پول این افراد دارن تو کشورهای مدرن کیف میکنن. بله، فرصت چندانی نمونده. من میخوام خواهش کنم از دوستانی که میان روی خط خیلی کوتاه در حد اکثر یک دقیقه شرح وضعیت بدن. از سلام و احوالپرسی اینا هم فاکتور میگیریم. بریم و شروع کنیم با آقای مهران از خوزستان. سلام، بفرمایید، صحبت شما رو میشنویم. الو، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم. بفرمایید آقا، من از خوزستان از آنکرمات صحبت میکنم. آی سمد بگی از مراجع کننده ای که زنگ زده واقعیت گفته. بساشو پولیس رانما که میاد سر خیابون میسته پولیس ما وابدیم، پولیس ما وابدیم، پولیس رانما که یارو خیابون میوسته با پولیس ما. من رفتم مدیر گفتم برای چه پولیس ما باید بدیم؟ گفت آقا چون رانمایی از مخاصر هم رانمارانگی گفت آقا ما نیرو نداریم، اینا که میان اضافکارن حسابشون. شعارهای تو خیابون که می نویسن پولیش بچه من وابده. یعنی متوجه شدم، یعنی از طریق مدرسه پول مامور رانمارانگی رو میگیرن؟ بله بله، مدیر میگیرن. نوشت جالبی هر سیر که امتحان داره بچه من میام یه 2000 تومن به من بگم برای چی؟ میگه برای امتحان، برای برگه، برگه هم که میگیرن برگه سفید بشون و خودشون می نویسن چاپ نمی کنن برایشون. بله، یه بیننده دیگه هم گفت. بله، خیلی ممنون آقای مهران، ببخشید فرصت کمه. دو تا نکته جالب گفت آقای مهران، یکیش مشترک بود. خانم فاطمه از ساوه هم همراه ما هستند، خواهش میکنم شما هم خیلی کوتاه بفرمایید. سلام، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. دارای دو تا فرزند دارم. به وقت گرفتم. بعد یه دونشون پسر بزرگم تا 7 خونده. حقیقه وضعیت مالیم باباش کارگره، یه روز میره کار یه روز نمیره، خودم میرم کار خونگی انجام میدم. یعنی سبین کوچیکم تا 10 خونده، پارسال به خاطر پول کتاب بود ایناش ماتل موندیم. گفتم 300 تومن پول کتاب میشه، من نداشتم حقیقت. برگشتم خونه خیلی ناامیدم حقیقت. از یعنی پارسال مدرسه نرفت؟ آره دیگه. کلاس چندم بود؟ 10. و امسال چی؟ امسال میتونه بره؟ نه، از کجا بیاریم ثبت نام کنیم؟ الان هم تازه پارسال یه خود مناسب بود، امسال دیگه بدبختی شده. باباشون بیکاره، هر جا مراجعه میکنه مشکل تنفسی داره، شرکت میره نمیذارن. خودم مثلا میرم کار خونگی، پلشوری، این شد زندگی. اونایی که بالا نشستن خبر ندارن از وضعیت ما فقیرا. موشک میشه نان آب، هستهی میشه نان آب، برم ما که فقیری پشت فقیر. اینقدر فراغونه، از من بدبخترم زیاده. الان باعث من و باباش بشینیم شرمنده دو تا فرزند بشیم، دو تا پسر نوجوان دارم الان. بله، خب شنیدیم، خیلی ممنون. شنیدیم صحبت‌های خانم فاطمه از ساوه رو. ابتدای برنامه گفتیم مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان میگه پارسال 2 میلیون، یعنی تا پارسال 2 میلیون کودک محروم از تحصیل داشتیم. خانم فاطمه هم گفت امسال شرایط اقتصادی خیلی بدتر شده، از جمله دو تا فرزند ایشون هم معلوم نیست با چند نفر دیگه به اون آمار قبلی اضافه خواهند شد. یه نکته فقط من می‌خواستم بخش مهم‌ترین‌های فضای مجازی هم داشته باشم امشب، ولی چون تعداد تلفن‌ها زیاده از همکاران خواهش می‌کنم اون بخش رو حذف کنن، ما با تلفن‌ها ادامه میدیم. عرض به حضور شما که اگر اشتباه نکنم آقای محسن از تهران همراه ما هستند و ایشون هم در خانواده عضوی دارن که به مدرسه خواهد رفت. روایت شما رو میشنویم، لطفا خیلی کوتاه. سلام و صبحی، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. من صحبت خاصی نداشتم، ولی از اینی که مسئولین، یه سوال از مسئولین داشتم. برادر من که یه استعداد تحصیلی است و از هوش خوبی هم برخوردار هست،
حالا هم تو آزمون نمونه دولتی قبول شده چرا باید یه شهری سرسام آور رو بده؟ چرا برادر منی که هم استعدادش خوبه هم هوش از هوش خوبی برخورداره، حالا تو آزمون هم که امتحان داده قبولم شده، باید بدی شهری سرسام آور 1.5 تا 2 میلیون تومان رو بده؟ حالا اینا به کنار، من خودم وسایل آموزشی و لوازم تحریر رو خریدم، ولی واقعا واسه این شهریه من موندم. چرا یکی از مسئولین نمیاد جواب بده؟ و اینی که من شنیدم که تو خیلی از مدارس به جای اینی که بیان از یه فرد تحصیل کرده استفاده کنن، میان از سرباز معلم ها استفاده میکنن که یه نفر از لیسانس گرفته، حالا میان تو مدارس از ایشون استفاده میکنن و سطح کیفیت تحصیل بچه ها خیلی میاد پایین. میخوام که مسئولین واقعا در مورد این مسئله جوابگو باشن. بله. کمر مردم زیر بار این همه گرانی داره میشکنه. خیلی ممنون آقای محسن، امیدواریم که بشنوند و علاوه بر شنیدن کاری هم بکنن. آقای شهرام از مشهد، خواهش میکنم شما هم خیلی خلاصه بفرمایید، از دخل و خرج آغاز سال تحصیلی بگید. درود بکرم بر شما و همکاران. خدمتتون عرض کنم که من نوه بنده در تهران هست، من خودم مشهد هستم. درست. ایشون شما نمیتونید یک نمره 19 یا 18 پیدا بکنید، تمام 20 و معدلم 20. و این دوره سوم راهنمایی، اگه بگیریم سوم راهنمایی، و اگر الان میگن 8 رو تموم کرده میره 9 یه هم چیزی. و این نوه دختر من، من حقیقتش خودم 1 تومن میگیرم، 700 تومن میخوان، دولتی هم هست، میخوان چیز بگیرن ازشون، شهریه بگیرن، و با لباس و مداد و خطکش و نمیدونم این دفترچه، من حداقل 1200 تا 300 میخواد. این دختر با این استعداده هر کشوری بود مطمئن باشید روی دست میبردنش، ولی چیزی که هست چون کسی رو نداره، چون بی کسه، چون خود منم واقعا ندارم، با 1 تومن به یه خانواده زندگی میکنم، من موندم این دختر رو با این وضع چیکار کنم؟ با هم میسوزیم و هم نمیدونم، بعد عشق میریزیم، نمیدونم هر کاری میکنم، به هر کسی که بگید رو انداختم، میرم شکایت کردم که میگم آقا چرا از این بنده خدا، شما میگید دولتی نباید شهریه بگیره، میگه نه هم برای دفتر چیزای کاغذایی که به حال میدن، جزوه میدن، فلان میدن. گفتم برای اون جزوات 700,000 تومان، خب من ندارم، اون بنده خدا هم نداره، با تاکسی کار، با یه تاکسی تاکسی کار میکنه، یه از اون تاکسی ها کار میکنه که در نمیاد. باور بفرمایید این حیفه، حروم داره میشه، من نمیدونم. بله ممنون آقای شهرام، خیلی ممنون، روایت تاسف آوری بود، ما هم ناراحت شدیم، امیدواریم که همه خانواده هایی که مشکل دارن بالاخره نمیدونم چطوری اما یه جوری بتونن این مشکل رو حل کنن. هیچ بچه‌ای وقتی مهر شد امسال در خونه نمونه، در بیرون نمونه، بره مدرسه. آقای جعفر از بابلسر گفتن معلم هستند، روایت ایشون رو هم بشنویم. سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. عرض کنم من یک دبیرم، جانبازم هستم. من فقط به این آقایین دولتمندان میخوام عرض کنم تمام این مشکلات بچه ها رو میدونید. شما که اومدید قربون امام حسین برم، درد امام حسین سر من و زن و بچه هم، اومدید دلار 6,000 تومانی دارید میدید به یه مش بسیجی که به من کربلا، بیاید اینو خرج این مردم کنید. حالا امروز که در خصوص مدرسه، خرج این بچه هایی بکنید که من تو کلاسایی دارم درسم، تصمیم گرفتم امسال، آخه چجوری من میام تکلیفه بچه بگم که دفتر مشقش پرشه سریع بعد نداره بره بگیره، من باید چیکار کنم؟ چجوری تکلیف بگم آقای رئیس جمهور، آقای وزیر آموزش پرورش که خودت بهترین جا نشستی در نیاوران، من اومدم حضورت، ملاقاتت هم کردم، همون جانبازی هم که یه چشم چپم مصنوعیه،
دلار 6000 تومانی دادی برن کربلا. من خودم عاشق امام حسینی ام، شب عاشورا سنگ زدم تو رو این امام حسین به داد این مردم برسید. من بچه‌هایی داشتم آقا پارسال همه این آقایی که الان اومد گفت همه نمراتشون معدلاشون 20، واقعا هم همینه، بچه‌های تیز هوشن. به خدا ما خجالت می، من خودم امسال میخوام تکلیف شم بگم چیکار باید بکنم. آقای رئیس جمهور، آقای وزیر بیا من بگم من چیکار کنم. خیلی ممنون از این برنامه، ممنون از شما، ممنون از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید. آقای امید اگر اشتباه نکنم از سبزوار همراه ما هستند. خواهش میکنم خیلی خلاصه شما بفرمایید نظرتون رو. سلام عزیز من بهرجان. متشکرم، بفرمایید. من این واقعیت دو تا دختر دارم، یکی 8 ساله و کلاس دومه، یکی هم که تازه امسال میره دبیرستان. باز خدمتتون عرض کنم که پارسال شهریهشون 600 تومن بود، خب شهریهشون رو دادم تموم شد. امسال گفتیم دیدیم وضع اینجوریه، گفتم بریم یه مدرسه ای که هزینه‌اش تقریبا پایین تر باشه. رفتیم واسه ثبت نام، بعد دیدم کارمندا و فرنگی ها رو میگن 400 تومن، اونی که بیکارن و کارگرن میگن 800 تومن. دیگه مجبور شدم منم، با این که ناراحت شدم دوست نداشتم ولی به دروغ گفتم منم فرهنگی هم. بعد با 400 تومن منو ثبت نام کردن با 1000 التماس رو که الان ندارم. چه سیستمی بود؟ یعنی کسی که کار نداره باید بیشتر بده؟ دیگه میگفتم فقط مخصوص فرنگیانه، فرنگیان باید 400 بدن، اونی که مثلا حالا هر شغل دیگه ای دارن باید 800 بدن. آره 800 تومن دیگه به 1000 التماس و اینا. بعد با خانم مدیرشون با 400 با ما توافق کرد که چک بهشون دادیم واسه دو ماه سه ماه دیگه. بعد از این بار مدرسه نمونه ی آزمون گذاشت، دخترم بنده خدا یک ماه تموم سرش تو کتاب، این کتاب بخون اون کتاب بخون تا اومد قبول شد. ما اومدیم دو سه روز پیش که آزمون رو جوابشو اعلام کردن، ما اومدیم دخترمو بردیم مدرسه نمونه، اونجا ثبت نام کردیم. بعد اونجا اونا گفتن 1500 باید هزینه بدید. گفتم بابا این همه درس خونده که یاد نمونه که هزینه نده، باید 1500 بده. الان متهمونش موندیم، هم ثبت نام از اون مدرسه هم پروندهشو گرفتیم آوردیم اینجا، اینجا الان موندیم رو هوا. جدا از این که هزینه تحصیلش الان دو تا بچه حساب کردم هر کدومش تقریبا کتاباشونو براشون گرفتن تقریبا 1 تومن 1500 هزینه برمی‌داره. خب الان من با دو تا بچه با این هزینه ها به خدا از دو ماه به عید الان من بیکارم. 1000 تومانی اگه کار کرد. خب پس شرح... عملا در واقع خب مدرسه نمونه رو که نمیتونید بفرستید با اون هزینه. و الان ثبت نامش کرده، اسمش رو نوشته، گفته موقته، این ثبت نام موقته تا هزینه‌شو بیاری. از اون مدرسه قبلی هم که ما پرونده‌شو گرفتیم الان مونیم. یه سوال کوتاه فقط، خیلی کوتاه جواب بدید. برخی مقامات میگن که اونایی که این همه هزینهشو میرن کارهای لوکس و فانتزی و خوشگل میخرن، گرون میخرن، میشه ارزون ترشو خرید، اینجوریه؟ خدا ما تا همون کارهای ایرانیشو غیر فانتزیش موندیم. الان رفتم همین امروز تو به حساب رفتیم هیئت و مراسم عزاداری، دیدیم دو تا مغازه بازه، رفتیم تو مغازه گفتم بذار اینا رو قیمت بگیرم. دیگه ارزون ترین کیف، یعنی چجوری بگم، دیگه ساده ترین کیف 60 تومن 50 تومن. دیگه همونم مطمئنم دو ماه کار نمیکنه. خیلی ممنون، خیلی ممنون، ببخشید فرصت خیلی کم بود، باز کلی تلفن موند، کلی اسکایپ موند، معذرت میخوام. بله همونطور که دیدید فرصت خیلی کم بود، ما امیدواریم که باز هم به بحث هزینه های آغاز سال تحصیلی در روزهای آینده بپردازیم. ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار. این صدای آمریکاست.